محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید امیدوار است دولت جدید آمریکا توافق اتمی سال گذشته را هنگامی که به توصیف او گرد و غبارها پاک شود بپذیرد او که امروز در جریان دیدار از پراک پایتخت چک صحبت میکرد در این حال از تمامی طرف های سهیم در این توافق خواست به تعهداتشان پایبند بماند جزئیات بیشتر در این گزارش آقای ظریف برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام را توافقی منطقی و به سود همه دانست. ما معتقدیم برنامه جامع اقدام مشترک توافقی منطقی و خوب برای همه است. ما را مرجع می‌دانیم اما این بدان معنا نیست که گزینه های دیگری نداشته باشیم. ایران میخواهد به تعهداتش در توافق پایبند بماند به شرط آنکه بقیه هم همین آمادگی را داشته باشند ما معتقدیم این به سود همگی است که مثبت عمل کنند به نظر من هنگامی که گرد و خاکا پاک شود و در جریان واقعیت منطقه و جهان قرار بگیرند همگی خواهند پذیرفت که این توافقی چند جانبه است توافقی که با محاسبه آمریکا و دیگران در اتحادیه اروپا میشود شش به علاوه یک ضمن آنکه افرادی بسیار و کشورهایی متعهد در رسیدن به آن سعیم بودند به همین جهت من فکر می کنم این به نفع همه <applause> است که بس بس به تعهداتشان پایبند بمانند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتیش بارها مخالفت خود را با برجام ابراز کرده است که در این حال با مخالفت شدید جمهوری خواهان در کنگره نیز روبروست. اما این توافق حاصل تعهدات ناشی از مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک است و چون نظیر پیمانها نیازی به تصویب کنگره ندارد رئیس جمهوری جدید برای هر گونه تغییری در آن با دشواری های جدیدی روبروست آقای ظریف مجددا تأکید کرد امیدوار است تمامی طرفها به رغم نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تعهداتشان وفادار بمانند لوبومیر زورالک وزیر امور خارجه جمهوری چک نیز توافق برجام را ستود من ارزش اجرای توافق با ایران را پس از لغو تحریم ها در آماده شدن ایران برای پیوستن مجدد به سیستم مالی بین المللی می دانم. به اعتقاد من دولت جدید امریکا پیش برده این گام موفق را که ما به اتفاق برداشتیم و در هیچ جای دیگری دیده نمی شود ادامه خواهد داد. ایران تکسیب کرده است که دنبال تولید تسلیحات اتمی بوده است اما کارشناسان میگویند هر گونه تخلفی توسط آمریکا از توافق برجام میتواند به ایران فرصت بدهد از تعهداتی که برای محدود ساختن برنامه اتمی خود سپرده است عقب نشینی کند